در حدود ده سال پیش رشکلل یشیوای الیاهو در شهر الاد اسرائیل طبق معمول هر ساله میرفت در شهرهای مختلف در آمریکا که برای یشیواش پول جمع کنه برای افرادی که نشسته بودن و تورا می خوندن. ایشون طبق معمول هر سال از فلوریدا سر در میاره و از اونجایی که به مغازه های مختلف به آفیس های مختلف خونه های مختلف می رفته طبق هر ساله از اینها پول جمع می کرده موقعی که در خونه نشسته بوده آماده بوده که برای روز بعدی لیستش رو آماده کنه می بینه تلفن زنگ می زنه و یک آقایی هست پشت تلفن که سالهای زیاد بوده که به یشیوا اینها کمک کرده با هم اول پرسی می کنن. و این طرف به این روشکولل میگه که من هفته دیگه دارم میام اسرائیل و میخوام که شما بری در بدین بدین رو آماده کنی که من میخوام هاراف اشتاینمن زخر سعدی و قادوش ریبرخا که ایشون روش شیوا بودن گادول هدور بودن میخوام ایشون رو بدین ببرم این طرف خیلی تعجب میکنه که چه کسی جرأت داره که گادول هدور رو به به دین ببره چه شکایتی از این کنه گفت میشه بدونم برای چی شما میخواید ایشون از ایشون شکایت کنید از شیوا به شما چه کار کردن ایشون پول شما رو خوردن گفت که من از چند سال پیش که اومدم پیش ایشون و به یه شیوا کمک کردم ایشون به من قول دادن که به زخوت این میسوایی که میکنی و پول میدی به یه شیوا همیشه عشن بهت پول بده ثروتمند باشی که همیشه بتونی کمک کنی ولی متاسفانه در یک سال اخیر که وضع اقتصادی بد شده وضع من از همه بدتر شده و من حتی خرج خونه خودم رو نمیتونم دیگه بدم و تفیلای ایشون و قول ایشون برای من اثری نکرده و من پولهایی که هر سال دادم روی حساب این بوده که ایشون به من برخوا داده و اگر برخوای ایشون دروغ بوده و اثری نکرده پس من ایشون رو میخوام ببرم بدی خب این روشکلل هر چقدر که اصرار کرد که بتونه با ایشون یه جوری ایشون رو راضی کنه که دست از این کار برداره ولی موفق نشد خب ایشون برگشت اسرائیل رفت پیش هاراب اشتاینمن زیخ صدی به قادوش لیبراخا و باشون صحبت کرد و این فرد میخواد شما رو بدین دین ببره به خاطری که شما برخاش کردید که پولدار باشه ثروتمند باشه همیشه و نیست هارا بیشتر من که اشکالی نداره بگید بیاد من باهاش صحبت میکنم این طرف هفته بعد وارد اسرائیل شد رفت در یشیواییشون و اونجا جلسه گرفتن حرفش رو زد گفت اون که شما به من دادید کارگر نشده من ناراحت هستم من پولهایی که دادم پس میخوام هارا اشترمن گفتن که من از تو یه سوالی دارم تو در کمپانی که داری آیا افرادی که باهاشون کار میکنی اینها تمام موارد شبات رو نگه میدارید شما یعنی اینکه آفیستون در روز شبات بسته است یا کار میکنید این فرق گفت من کار نمیکنم ولی کمپانی باز هست و شریک من کار میکنن گفت در مورد نزول خوری چطور آیا شما پولتون همه صد درصد از راه درست هست یا پول نزول میدید و نزول خاری هم هست گفت این کارم هست برای که ما پول لازم داریم پول به مردم میدیم حالا بیشتر من گفتن که تو میدونی چرا تمام پولات از دست دادی به خاطر که پولات حلال نبوده کاشر نبوده هشم میخواستی که تمام این پولهایی که توسط شبات خیلول کردن توسط نزول خاری یا هر چیز دیگه بوده از دست تو بره چون هشم دوستت داره تو حرف من رو گوش کن از نو شروع کن اگر شریکات حاضرن اگر نه برو افرادی دیگه باشون شریک باشون شباتتون کامل نگه دارید آفیستون باز نباشه نزول نکنید بذارید این پولا همش حلال باشه و اگر تا سال دیگه تو چنین کاری کردی و موفق نشدی اون موقع هر کاری که میخوای من برات انجام میدم این طرف حرف ایشون رو قبول کرد تشکر رفت و دقیقا در سال بعد خودش تلفن زد مبلغ هنگفتی رو به یشیوا کمک کرد و تشکر کرد از روش شیوا که مشورتی که به ایشون داده بود مشورت درستی بود که این طرف تونست هم پول کاشر داشته باشه هم شباتش رو درست نگه داره و برخای صدیق واقعا در اون موقع به ایشون داده شده بوده بارخواه نامم.